شاید این اصطلاح قدیمی یک سیب رو شنیده باشید. اصلا این موضوع به تاریخ 1866 برمی‌گردد. وقتی به بستر خواب می روید یک سیب بخورید تا دکتر از دست آوردن این نام بیشتر باز دارید. به نظر می رسد علم از این ایده قدیمی حمایت می کند. از تحقیقات کانون جدید پزشکی تا توصیه های عقل سلیم، 9 دلیل برای خوردن یک سیب در هر روز را توصیه می کند. امیدوارم این معلومات برای شما مفید تمام شود. سیب حاوی ترکیب ضدی پیری است. برخی از نحوه پیری در ژن ماست که غیر قابل کنترل می باشد. اینکه چقدر سالم این کار را انجام می دهیم، اما برخی از نحوه صورت پیری تحت کنترل ماست. دانشمندان همیشه به دنبال راههایی برای کاهش صورت پیری هستند. در یک مطالعه‌ای که منتشر شده است، آنها بررسی کردند فلاونها ترکیبات طبیعی در میوه‌ها و سبزیجات داروی بیشترین خواص آنتی اکسیدان و ضد التهابی هستند. آنها کشف کردند فاستین در سیب، توری زمینی، بادام، خرما و پیاز یافت می شود که قوی ترین اثرات را دارند. محققان فاستین را روی موش‌های نفع وحشی در اواخر عمر آنها آزمایش کردند و دیده شده حد اکثر عمر آنها را افزایش داده است. این آزمایش ها همچنین بر روی بافت چربی انسان نیز انجام شده تا ببینند آیا معنی نتایج درست است یا خیر. نتایج ها نشان می دهد که ما می توانیم دوره سلامتی را تمدید کنیم. 2. سیب داروی فیبر است. یک سیب حدود 15-20% فیبر نیاز روزانه ما را دارو می باشد. رژیم غذایی با فیبر بالا برای دستگاه گوارش و پای نگه داشتن کلسترول مهم است. همچنین نشان داده شده است که فیبر خطر بیماری های مانند بیماری قلبی، دیابت و چاقی را کاهش می دهد. طبق یک تحقیق، سیب با پوست حدود 4.4 گرم فیبر محلول که حدود 15% از مصرف روزانه ما را تأمین می کند. 3. سیب می تواند خطر آسم را کاهش دهد. طبق مطالعه‌ای که در مجله نوتریشن منتشر شده است، مطالعه بر روی 1600 نفر در استرالیا و مطالعه دیگری در بریتانیا بر روی 1500 نفر که هر دو نشان داده است سیب سلامت شش یا ریه ها را به طور کلی افزایش داده و خطر ابتلا به آسم را کاهش می دهد. محققان دریافتند افرادی که در هفته 5 عدد سیب می خورند بیشترین تقویت سلامتی تنفسی را دارند. 4. سیب برطرف کننده تشنگی بسیار خوبی است. می دانستید 86% سیب آب است. اگر در طول روز به دنبال راهی برای هیدریته شدن بدن هستید، یک سیب محکم را در بکس خود بگذارید تا یک خوراکی با تراوت داشته باشید. 5. سرکه سیب در همه جا عالی است. اگر حشره نیشش را در بدنتان فرو کرده و جایش خورش دارد، برای از بین بردن سوزش و خورش آن سرکه سیب را روی محل گزش بمالید. در طول تاریخ سرکه سیب به عنوان یک درمان طبیعی برای همه چیز یک تسکین کننده بسیار خوبی است که از گلودرد گرفته تا رفلوکس اسید معده و خلاص شدن از سکه استفاده شده است. 6. سیب می تواند به کاهش وزن کمک کند. سیب یک میوه فاقد چربی است. همانطور که قبلا ذکر شد، سیب سرشار از فیبر و آب است. بنابر عقل سلیم که خوردن یک سیب به جای یک کیسه چیپس یا یک آب نبات تصویه هوشمندانه است که منجر به وزن کمتر می شود. مطالعه ای که در ژورنال نوتریشن منتشر شد نشان داد زنانی که روزانه 30 عدد سیب می خورند نسبت به زنانی که روزانه می کنند احتمال کاهش وزن بیشتر دارند. 7. سیب ها کالری بسیار کمی دارند. این بستگی به اندازه سیب شما دارد. احتمالاً
گرسی حدود 90 کالری دارد، نکته دیگر در تحلیل اداره بالا در مورد کاهش وزن. 8. سیب دارای انبوهی از ویتامین ها و مواد معدنی است. 3-12% از ویتامین سی توصیه شده روزانه و 5% از مقدار توصیه شده ویتامین B6 را دارد. 1-2% از نیاز روزانه شما را به ویتامین ای، کلسیم و آهن را تأمین می کند و با 195 میلی گرم پتاسیم 6% پتاسیم نیاز روزانه شما را نیز تأمین می کند. 9. سیب خوشمزه و همه‌کاره است. روزانه سیب بخورید، اما محدودیت در خوردن سیب را حفظ کنید. با وجود تمام خواص مفید، سیب نباید بدون محدودیت مصرف شود. اگر شغل به تحرک و زندگی غیر فعال دارید، سیب می تواند به افزایش قند خون کمک کند. به همین دلیل بهتر است از خوردن بیش از 3 سیب متوسط در روز خودداری کنید، با افزایش کالری اضافی به بدن آسیب نرسانید. این موارد مهم در مورد سیب را به یاد بسپارید. تشکر از توجه و همراهی شما.